درودی دیگر به همراهان خوب کانال ورزش تیوب، امیدوارم هر کجا که هستید حال دلتون خوب باشه. تیم ملی ایران با هدایت دراگان اسکوچیچ یه بازی دیگر رو هم برد و موفق شد امارات رو با نتیجه 1-0 شکست بده. چیزی که تقریبا هممون باهاش موافقیم اینه که تیم ملی اصلا خوب بازی نمیکنه. هدفم هرگز حاشیه سازی و تخریب اسکوچیچ نیست، ولی میخوام چند تا نکته رو در مورد تیم اسکوچیچ و سرنوشت مورد انتظار برای تیم ملی فوتبال کشورمون در جام جهانی قطر بگم. میدونم که خیلی از مخاطبین کانال طرفدار پروپاگورس اسکوچیچ هستن، بنابراین از همتون میخوام صبور باشید و دلایل من رو بشنوید، بعد توی کامنت ها موافقت یا مخالفتتون رو اعلام کنید. ایران با پیروزی در دو بازی مقابل عراق و امارات به رنکینگ 20 فیفا رسید و تقریبا میشه گفت شانس اینو داریم که حتی در سید دوم قرعه کشی جام جهانی قرار بگیریم. قرار گرفتن در سید دوم قرعه کشی جام جهانی به معنی رسیدن به استثنایی ترین فرصت ممکن برای صعود از دور گروهی جام جهانیه. اما سوال اینجاست که با اسکوچیچ چند درصد ممکنه این اتفاق برامون بیفته؟ خیلی هامون به خاطر نتایج استثنایی اسکوچیچ به شدت ازش طرفداری میکنیم و خیلی ها هم هنوز نتونستیم به طور کامل بهش اعتماد کنیم. منتقدین اسکوچیچ میگن تیم‌های همگروه ایران در انتخابیه جام جهانی ضعیف هستن و به همین دلیل اسکوچیچ تونسته همه رو ببره. منم تا حد زیادی با این موضوع موافقم. درسته که دوره‌های قبلا با برزیل و آلمان همگروه نبودیم، ولی ضعف همگروه‌های ایران توی این دوره کاملا واضحه. ایران همه حریف‌های ضعیفش رو برد، ولی در مقابل کره که یه حریف متوسط به شمار میاد توی ورزشگاه آزادی نتونست پیروز بشه. عراق و امارات و لبنان و سوریه توی 8 بازی مقابل ایران فقط یه گل زدن. همین اتفاق برای این تیم‌ها مقابل کره هم افتاده و توی 8 بازی مقابل کره هم فقط یه گل به ثمر رسوندن. یعنی این تیم‌ها توی 16 بازی مقابل ایران و کره فقط تونستن 2 بار دروازه حریف رو باز کنن. ایران و کره روی هم کلاً 4 تا گل خوردن که 2 تاش توی بازی رو در رو بوده. کاملاً واضحه که تا الان اسکوچیچ فقط تونسته تیمایی رو ببره که با پدیده‌ای به اسم گلزنی کاملاً بیگانه هستن. همین امارات ضعیف توی ورزشگاه آزادی 60% مالکیت توپ رو در اختیار داشت. درسته که دقیقه 55 10 نفره شدیم، ولی به هیچ وجه نمیتونیم از یه همچین آمار فاجعه باری بگذریم. فقط 1% تصور کنید دوبوق طارمی و جهان بخش باعث پیروزی ایران مقابل امارات نمیشد، اون وقت چه فکری در مورد تیم اسکوچیچ با این آمار فاجعه بار مقابل امارات میکردیم؟ جام جهانی جای آزمون و خطا نیست. اسکوچیچ بعد از گل تساوی ایران مقابل سوریه کاملا نشون داد که اصلا مربی پخته ای نیست و این سردار آزمون بود که داشت به مربی تیمش میگفت به جای خوشحالی بابت تساوی به فکر گل پیروزی بخش باشه. اصلا قرار نیست لطفی که در حق برانکو کردیم در حق یکی دیگه هم بکنیم. برانکو با تیم ملی به جام جهانی رسید، ولی چون بی تجربه بود نتونست استرس بالای موجود در اطراف تیم در بازی‌های جام جهانی رو کنترل کنه و همه ماجرای لگد زدن علی کریمی به کلمن رو به یاد داریم. اما همین برانکو بعد از جام جهانی پخته شد و بعد از اون تبدیل به یه مربی با تجربه شد، ولی از تیم ملی رفت. کاری که داریم با اسکوچیچ هم می‌کنیم و این مربی هم بارها گفته بعد جام جهانی به اروپا میره. یا اسکوچیچ باید روی شخصیت و اقتدار و قدرت مدیریتش کار کنه، یا باید بگم تیم ملی نیاز به یه مربی بزرگ توی جام جهانی داره، کسی که بتونه حواشی اطراف تیم رو مدیریت کنه. در حالی که هنوز خیلی با جام جهانی فاصله داریم، اسکوچیچ با مصاحبه‌های کودکانش بارها برای تیم ملی حاشیه‌سازی کرده. فقط تصور کنید چند روز قبل از جام جهانی یه همچین کاری رو دوباره انجام بده. اون وقته که باید تا 4 سال دیگه فقط حسرت بخوریم. چیزی که من میخوام بگم اینه که باید به خوبی به اسکوچیچ بفهمونیم سطح توقعمون اصلا پیروزی مقابل عراق و امارات و سوریه نیست و این بار فقط با صعود از دور گروهی جام جهانیه که راضی میشیم. نحوه بازی تیم ملی کاملا نشون میده حتی با قرار گرفتن در سید دوم قرعه کشی جام جهانی هم با این مربی قرار نیست از دور گروهی صعود کنیم، و این موضوع رو خود اسکوچیچ داره با زبون بی زبونی میگه. مگه اینکه سطح توقعمون رو ببریم بالا و انقدر هندونه زیر بغلش نذاریم و کاملا بهش بفهمونیم که فقط یک چیز میخوایم و اونم موفقیت توی جام جهانیه. اسکوچیچ با پیروزی مقابل امارات به تاریخ سازی خودش در تیم ملی ادامه داد، اما بازم نتونست از زیر سایه کارلوس کیروش خارج بشه. خیلی از مخاطبین کانال هم توی کامنت ها میگن که اسکوچیچ اصلا در حد کیروش نیست و هنوز نتونستن بهش باور داشته باشن. به نظر من برای جام جهانی نیاز به مربی به مراتب فراتر از امسال کیروش داریم تا بتونیم از گروهمون توی جام جهانی صعود کنیم. توماس مولر هافک بایرن مونیخ صحبت‌های عجیب و جالبی در مورد احتمال پیوستن هالند به بایرن مونیخ و جایگزینیش با لواندوفسکی به زبون آورد.
مولر که یکی از اصلی ترین دلایل موفقیت لوا توی بایرن بوده و تقریبا نیمی از پاس گل‌های لوا رو این بازیکن براش ارسال کرده، در مورد اینکه چقدر دوست داره بعد از تابستون برای هالند گل سازی کنه گفت من بیشتر ترجیح میدم به اسباب و خرگوشام هویج بدم تا به هالند پاس گل بدم. سیستم مدیریتی بایرن به گونه ایه که فعلا لوا و نویر و مولر جزو ستون‌های این باشگاه هستن و نقش زیادی توی تصمیمات نقل و انتقالاتی باشگاه بازی میکنن. با این حساب میتونیم تقریبا مطمئن باشیم که بایرن از گردونه رقابت برای خرید هالند خارج شده و به این ترتیب تنها رقیب رئال و بارسا برای جذب بچه قول نروژی منچستر سیتی و پاریس سن ژرمن هستند. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال امروز آرای انضباطی مربوط به پرونده‌های موجود رو اعلام کرد. حسین کنعانی زادگان هم بعد از بازی با امارات به کمیته اخلاق احضار شد و از خودش دفاع کرد. در حالی که همه منتظر تصمیم این کمیته در مورد کنعانی زادگان بودیم، اما کمیته اخلاق تصمیمش رو در مورد کنعانی اعلام نکرد. طبق اخباری که از اطراف فدراسیون فوتبال به دستم رسیده، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال بعد از قطعی شدن صعود به جام جهانی تصمیم داره کنعانی رو از ادامه بازی‌های انتخابی محروم کنه، ولی این اجازه رو به کنعانی زادگان داده تا در لیست نهایی تیم ملی برای حضور در جام جهانی قطر قرار بگیره. تصمیمی که بیشتر شبیه به یک خودزنی بزرگه. یکی از بهترین مدافعین تیم ملی تا قبل جام جهانی حق بازی کردن نداره و فرصت هماهنگ شدن با بازیکن‌های تیم ملی و شناختن بهتر تاکتیک‌های سرمربی رو از دست میده، ولی میتونه توی جام جهانی بازی کنه. اینم یکی دیگه از عجایب فدراسیون فوتبال کشورمونه. از اینکه توی این ویدیو هم همراه من بودید ازتون ممنونم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فشار بدید تا بتونم شما رو در جریان اتفاقات و حواشی ورزش ایران و جهان قرار بدم.